من موضوع این پیام رو چند هفته پیش برای برادر فرستادم و گفتم هر وقت دلتون میخواد بگید من خدمت بکنم و اون موقع این صحبتی از کرونا به این شکل نبود و شروع این بیماری و این شرایطی که الان ما باش مواجه هستیم و همونطور که بعضی از عزیزان امروز گفتن برای مدتی شرایط بدتر هم خواهد شد و ما بایست به قول معروف خودم رو آماده بکنیم چه از نظر فکری چه از نظر روحی برای شرایطی که ایمان ما به کمکمون میاد و اجازه میده که حتی در اون شرایط سخت و بد باعث جلال خدا بشه. عنوان این پیغام بعضی وقتا ممکنه درست درک نشه، ولی من اینو از کتاب امثال سلیمان نمیدونم اون موقع که این عنوان تو ذهنم اومد شاید یه چیزی در این مورد شنیده بودم و این تو فکرم بود. میدونی توی امثال سلیمان بعضی وقتا تضادها رو، تضادهای زندگی رو برای پندهای حکیمانه خدا استفاده میکنه و خیلی امثال سلیمان پر از حکمته. من چند تا از این کلماتی رو که با هم دیگه مثل اینکه یه حالت قافیه هم داره همش تو ذهنم میچرخه: حکمت، حماقت. حکمت و حماقت برعکس هم هستن، خدا خیلی راجع به هر دوش صحبت میکنه. نور، ظلمت. فرق، ثروت. نفرت، محبت. متانت، فتانت. البته متانت و فتانت زیاد برعکس هم نیستن. حیات یا هلاکت. برکت یا لعنت. خست یا سخاوت. اینا چیزاییش که من همینطور که پریشب دیشب رو داشتم چیز میکردم، من ورق میزدم امثال سلیمان رو ببینم داره راجبه این چیزا و تضاد اینها و چگونه توی زندگی ما برای هر کدوم از اینها پیغام هایی هست صحبت میکنه. با الهام از این کتاب و با این نیت من قبلا هم توی جلسات مختلف شدم، حتی توی پیغام ها راجبه چیزهایی که خیلی شبیه هم هستن ولی درست برعکس هم هستن صحبت کردم. مثل شاید شما بعضیتون شهده باشید، من راجبه اجبار و اختیار صحبت کردم بردم که اجبار و اختیار از دور شبیه هم هستن ولی یکیش مسیحیت، یکیش چیز دیگه ایست، برعکس. یکیش عشق، یکی دیگرش هست بندگی. اجبار بندگیه و اختیار عشق هست. امروز هم نیتم این بود که بگم زندگی و سرنوشت ما میتونه تقدیر به معنی حادثه، نه تقدیر به معنی قبلا نوشته شده، ولی تقدیر به معنی اینکه یه قضا و قدر بود یا دیگه بدشانسی بود. هرچه تقدیر در مقابل تدبیر هست، البته این تقدیر و تدبیر رو دیگه از کتاب امثال در نیاوردم، ولی نیتم و اون موقعی که اینو نوشتم راستش داشتم رانندگی میکردم یه جای عوضی پیچیدم. یه مرتبه به فکر خودم گفتم که نه، این عوضی پیچیدن من هم توش حکمتی هست و توش یک چیز مثبتی هست، یه نتیجه مثبتی هست، یه برکتی هست که شاید من الان نمیبینم. الان ناراحتم که عوضی پیچیدم، ولی شاید از یه حادثه ای، از یه اکسیدنتی، از یه چیزی در این عمل خدا من نجات داده. هفته پیش با برادرم مایکل نهار میخوردیم، گفتم بهش که امروز میخوام راجع به این صحبت، یعنی دفعه بعد که به من گفتن صحبت کن میخوام راجع به این بگم که من خودم هم نخریدم. این خانم من در یک سمیناری بهش یه دونه از این PDA بهش میگفتن، Personal Digital Assistant، که مال شارپ هم بود
و این برای این که مثلا بتونی اسکجول بکنی، کلندر داشته باشی، یا در اسم تلفن‌ها و شماره‌ها رو توش داشته باشی اینا. ولی یه چیزی بود که کارت می‌خورد و من که نگاه کردم دیدم کارت بایبل هم داره و کارت بایبل رو که می‌زدی توش می‌دونستی بایبل رو روی همون پی دی عبد سیاه‌سفید بود اون موقع بخونی. و از اون موقع من خیلی علاقه من شدم به بایبل های الکترونیکی. اینجا هم هر وقت میدم که کتاب مقدس رو بلند کن، من شاید 20 کتاب مقدس این توی داشته شما همش با هم بلند عبد وازش میکنم تو کتاب مقدس قبض بلندش کن. یادم اون اوائل که از این کتاب مقدس های الکترونیکی استفاده میکردم تو کلیسای امریکایی، یکی از این عاشقاشون اومد به من گفتش که ما این چیزها رو اینجا اجازه نمیدیم. خیلی جالبه که اون موقع حالا یک کلیسای بسیار بزرگ امریکایی هست توی آتلانتا، دوست دارید اسمش هست مانترن چرچ آف گاد، اون موقع اینا فکر میکردن من دارم بازی الکترونیکی میکنم توی کلیسا، اومدم توی کلیسا دارم نمیفهمیدن که من دارم کتاب مقدس هم رو بازی میکنم. ترجمه کنیم. و خب من بهش چیزی نگفتم، فقط گفتم این کتاب مقدسه و اونم رد شد. ولی میخوام بگم یه موقعی بود که استفاده کردن از این الکترونیک بایبل ها به نظر یه چیز کار غلطی بود من، یعنی همه فکر میکردن که حالا کلیسای امریکایی که من صبح میرم خودشون میگن شما کتاب مقدس رو توی تمام تلفناتون دانلود بکنید، مجانی ما بهتون میدیم دانلود بکنید. ببینید چقدر فرق کرده. حالا یکی از کارهای جالبی که با بایبل الکترونیکی من میکردم این بود که بعضی وقتا یک کلمه رو میخواستم پیدا بکنم که ببینم مثلا دنبال یک کلمه، مثلا کلمه سرنوشت دستینی، البته اون انگلیسی بود اون موقع. حقیقتش من خیلی وقتی که امریکا هستم، سال 77-78 امریکا هستم و یواش یواش دیگه حتی خواب هم که میبینم به زبان انگلیسی میبینم، یا بعضی وقتا احساس میکنم که نمیفهمم انگلیسیه یا فارسیه، یا قاطی میکنم. مثلا حتی توی کلیسای ایرانی آتلانتا من مسئول ترجمه هم بودم، برادر دیده بود که من بعضی وقتا قبل از اینکه شبان یه چیزی رو بگه، قبل از اینکه این بگه من میگفتم و اینم همون رو میگفت، ولی میخوام بگم اینقدر توی این مسئله بین دو زبان من خواستم فارسی توی این گوشی ها برای عزیزان ترجمه بکنم یا اینکه به انگلیسی، چون اگه اون فارسی میگفت من باید انگلیسی میگفتم و برعکس. یه روزی من همونطور که خوابیده بودم و با این کتاب مقدس الکترونیکی بازی میکردم، خوابم برده بود اینا، بعد از مدتی بیدار شدم و هی با خودم تکرار میکردم There's no accident in Bible. There's no accident in Bible. اصلا نمیفهمیدم که چرا من دارم اینو تکرار میکنم. There's no accident. بلافاصله کتاب مقدس الکترونیکی رو باز کردم، کلمه اکسیدنت رو سرچ کردم. عزیزم، there is no accident in the entire Bible. میدونستی شما؟ البته بعضی از ترجمه ها ممکنه حالا یه چیزایی اضافه کردیم، ولی اون موقع من کینگ جیمز داشتم، توی کلمه اکسیدنت اصلا نمیتونی پیدا کنی در تمام کتاب مقدس. اتفاق و حادثه وجود نداره در کتاب مقدس. و منظور من از اینکه این پیغام رو میارم اصلا مسئله این نبود که یه همچین روزی که ما با یه بیماری همگیر داریم کلنجار میریم توی امریکا و دنیا، توی ایران که دیگه اصلا کلاب کرده، باز بتونیم سرمون رو بلند کنیم بگیم که اینم حادثه نیست، اینم اتفاق نیست، اینم دلیل داره، اینم نتیجه داره. حالا شاید ما نفهمیم دلیل و نتیجه است چیه، ولی امروز توی جلسه یه کتاب مقدس داشتیم میگیم حد اقل نتیجهش اینه که میبینیم که این ویروس نه سیاه میشناسه، نه سفید میشناسه، نه نمیدونم زن میشناسه، نه مرد میشناسه، نه ثروتمند میشناسه، نه فقیر میشناسه، تبعیض حالش نیست. این ویروس از ما خیلی بهتر در این موارد میتونه عمل کنه. ولی نکته مهمترش اینه که برادرم جانشان میگفت ممکن دو هفته دیگه اینجا نباشیم،
اگه بگیری یا هفته دیگه شاید رفته باشه. یه کاری که این ویروس کرده اینه که مرگ آورده نزدیک جلوی چشم ما، تو فکر ما. راجع به این که من چقدر فرصت دارم که چیزهایی که خدا تو دلم انجام گذاشته انجام بدم. بعدم میگفت تازه به این فکر افتادم که چقدر چیزها هست که من میخوام انجام بدم و وقت نیست، ممکنه هرگز نتونم انجام بدم. عزیزان ممکنه این آخرین باری باشه که ما با شما صحبت میکنم. همه هم حالت داره، ولی الان مسئله خیلی جدی‌تر شده. یعنی مسئله طوری شده که جلو چشم نمونه. بفهمم خب این دست که شما لب اینجا که مثلا خودم هم حفظ بکنم. خب من بیماری قند دارم. کسایی که بیماری قند دارن سرشون هم بالای 60 گفتن که با یه باد افتادی. درست میگم؟ بله. ولی حالا بخواهم همین رو بگم. اما کسی که اعتقاد داشته باشه که خدا برای ما نقشه داره و نقشه های سلامتی و برکت کو آیه ها دیگه اون بالا نیست، کسی که به این چیزها اعتقاد داشته باشه، کسی که بگه که من فرزند خدا هست، من زیر پوشش محبت خدا هست، هیچ چیز اتفاقی نیست، حتی اگر این را هم خدا اجازه داده یه حکمتی توش هست و یه برکتی توش هست، هیچ کاری رو برای فرزندانش نمی کنه که لعنت بر اونها بیاره، بلکه برای ما چیزی توی این هست که شاید ما نمی‌بینیم. شاید باید یادمون باشه که توی مملکتی که زیر ناز و نعمت و فراوانی و اینا هستیم اینقدر حواسمون پرت نشه. شاید دو هفته بیشتر وقت نداشته باشه، شاید دو هفته دیگه. جالبش هم اینه، مثل اینکه درد مرگ و اثری هم نداره. شما ممکنه بنده رو ممکنه داشته باشم این بیماری رو، ممکنه که آردی اون چی اون سم بیماری در من داره کار میکنه و بیفتم. توی بعضی از این فیلم ها میده برده داشته باشم راه میره یا بیفتم. من پیش خدا فکرم خدا شکر اگرم آدم بمیره اینطوری بمیره و خدا قد درد نکشه هم در من. خب من از رویا خواهش کرده بودم یه دوتا آیه برام بخونه. رویا هستش؟ عزیزان اگه کتاب مقدساتون همراهتون هست، رویا از افسوسیان 1 برات جانشان بعدش قرار برامون دوتا دیگه سه چهار تا آیه بخونه، ولی افسوسیان 1 آیه های 5 و 11 رو با صدای بلند میخواد بده به خانم عزیز جلو بود که عینک داره بخونه مثلا. افسوسیان 1 آیه 5، افسوسیان 1 آیه 11. من فقط آیه 1 و 5 خواسته بودم. شما آیه 1 رو خوندی؟ حالا آیه 11 رو بخش. آیه 5 رو خوندید، آیه 11 رو بخونید. افسین 1 از پیش معین بشه. خب کلمه کلیدی که در انگلیسی بهش میگم predestined، یعنی ما از پیش معین داشتیم. اگه بنده الان کرونا داشته باشم، حتی اینم از پیش معین شده. اگه الان این بیماری همه‌گیر داره قطع عام میکنه، اینم از پیش معین شده. خدا سورپرایز نمیشه. برادر جانشان می‌خواستن از این خواستش کارش داریم که رومیان 8 آیه های 28 تا 31 رو بخونن، ولی اینقدر میشه خواهش کنم اینجا بخونید چون صدا نمیرسه در اینجا. اون تایی تر هستش. قیافت هم ماشاءالله خوش تیپه. رومیان
28 و آیات 28 به دست گرید و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ آمین. هرگاه خدا با ماست کیست که بر ضد ما باشد؟ باشم بسته داشتم میگفتم که دختر دایی خانم من هستش اسمش فریناز، ما به این کرونا میگیم کروناز. حالا میخواد کروناز در زنده ما باشه، اگرم باشه بدون اجازه خدا این کار نمیتونه بکنم، و اگر خدا اجازه داده در اون هم حکمتی هست و در اون هم برکتی هست. اما کتاب مقدس نمیخواد ما آدم های منفی باشیم یا پسیو، به انگلیسی ها میگن آدم های پسیوی باشیم. کتاب مقدس نمیخواد ما بگیم بشینیم یه جا بشینیم بگیم خب خدا هر کاری درش خواست بکنه میکنه، ما میره نشستی منتظریم ببینیم خدا چی کار. نه، او از ما انتظار داره که در واقع بریم جلو و اون کار سریعی رو که باید انجام بدیم بدیم. یکی از آیه های کتاب مقدس که من اینجا بر خودم در آوردم نوشته که عاقل، این توی امثال 27:12 است، میگه عاقل خطر را میبیند و پنهان میشود. عاقل وقتی خطر را دید نمیره اون جلو به یاد بزن تو سینه من یا اینجا بدون لیست بزنم نمیدونم اونجایی که کثیفه، آخر خطر رو ببینه دستش میپوشه. حالا بگذاریم که من با دستش به همه چی دست زدم، به صورت هم زدم، به قول بردارم، خب عادت نداره، نمیدونیم چی جوری باید خود، ولی حداقل سعی خودمون رو میکنیم که اون چیزی که خطرناکه خودمون رو مسئول نگه داریم، زیر پناهگاه بذاریم، توی پناه بذاریم. من سالها پیش میزبان چند تا از عزیزان هم که از ایران اومده بودن، نمیدونم کشیش بارد بود یا کشیش بارتان بود، یا و ما یکی از خانمهای کلیسامون که ایشون اور میزد تصادف کرده بود و متاسفانه از شونه به پای فلج شده بود، و خب این عزیزان که میمدن میگفتیم براش دعا بکنید، و هنوز که هنوزه توی کلیسای آتلانتا یکی از برادرامون یه دونه چرخ از این چرخ‌های ویلچر بشه، چرخ فارسی شیشه همون ویلچر آویزون کردن به صف که همه هر دفعه که جمع میشن برای نفسی دعا کنن که خداوند او رو شفا بده و باعث جلال او بشه. و خیلی این خواهر ما نسرین قبلا حسابدار بود و میرفت به شکل کوکاکولا اونجا کار میکرد و تنها درآمد خونه اونها درآمد بود که نسرین از حسابداری میبود. بعد از این قضیه نسرین خونه نشین شد و شوهرش که اون بازنشسته شد و یه موقع مهندس پترولیوم بود، مهندس نفت میگن، مهندس نفت و پترولیوم اینا بود، ولی توی خونه بود به خاطر کمرش از یکی از این پلتفرم ها خورده بود زمین، در میکرد نمیرم سر کار، نسرین هم در آمد. بعد از این قضیه دوباره موضوع برعکس شد که حالا شهرام هم واسه از نسرین میگرده میکرد، همین که فکر درآمد خونه باشه و خدا رو شد خدا هم خیلی بهشون کمک کرد. خیلی جالب هست که اون موقع شهرام فارسیش خیلی خوب، ولی یکی از کتاب‌های مقدسی رو که ما 4 تا ترجمه کتاب مقدس داریم به فارسی، یکی از اونا رو یکی از کسانی که مسئول اسمش بردار کنت بود، کنت یادم نیست خونه بشه
تامس شهرامو استخدام کردم که یک ترجمه جدید کتاب مقدس رو تدوین بکنه و شهرام سالها در خونه همینطور که از نسرین نگهداری میکرد ترجمه کتاب مقدس هم انجام میداد و به این ترتیب زندگیشون به راه افتاد. یواش یواش دیگه حالا توی کارهای خونه گرفتن و تعمیر کردن و اجاره کردن اینا زندگیشون به هر حال میچرخه. اما اون موقعی که ما دعوت کرده بودیم کسایی رو بیان برای خواهرم نسرین توی اردو دعا کنن، دعاهاشون که میکردن اون نسرین خوب نمیشد، میگفت فکر کنم یه گناهی تو زندگی بوده، یه کاری، یه چیزی بوده که دعاهات خدا قبول نمیده. بعد کتاب مقدس رو باز میکردن، میگفتن که خب کتاب مقدس گفته که هرچه بکاری همون رو درا میکنی، نمیدونم از این چیزهایی که ثمره یک آیه هستی مزموری یک آیه سیه میگه ثمره طریقهای خود را میبینی. بیچاره نسلی گیری میکرد، من چیکار کردم اینطور شده؟ یک کسی آمده تو کمر ماشین من رو برشته اینجوری چلاق کرده، از یه آقای دعا اومدیم خواستیم بیاد برای ما دعا کنه، اونم یک تقصیر خودته، گناه تو زندگی بوده و تقصیر این ثمره طریقتهای خوده. ببینید خیلی مهمه که ما چطوری کتاب مقدس رو استفاده میکنیم یا چطوری کلام رو استفاده میکنیم. کلام مثل آینه است که به ما نشون میده خودمون چقدر کم میاریم. کلام مثل شمشیر، بعضی وقتا میگن شمشیری است که به وسیله اون پیروزی در زندگی کسب کنیم. کلام چکش نیست که تو سرمون میزنیم، که با چکش کلام هر کسی که شما میتونه محکوم بکنیم. شما این مریضی تو این سنه چرخ دارم نتیجه ترین خواهی اصلا باورم نمیشد. بعضی از این عزیزان که این حرفا رو میزدن به خاطر اینکه خوب بود اینا رو دعوت کردن، پول خرج سفر دادن که بیاین شما دعا بکنین، و من حیران دقیقاً الان برام مبهمه که، ولی بعضی از این عزیزان میگفتن که خب یه چیزایی تو زندگی باید تصحیح بشه. همچین شوخ و شوخی هم نیست، هرچی کاشتی داری درو میکنم. ولی این هم هست که توی غلاطیان 6 آیه 7 میگه که اگه کسی بدی بکنه سزای بدی خودشو خواهد دید. یا یه جای دیگه من یادم میگه شریر را شرارت او از بین خواهد بود. چرا فکر نمی کنیم یا تمرکز نمی کنیم به آنچه که خوب هست، آنچه که نیکو هست، آن چیزهایی که برکننده هست و باعث میشه که نمونه‌ای که خدا به ما داده، نمونه‌ای که خدا به ما داده مسیح هست. دیگه از مسیح بالاتر اشکی نبود، اما او پای شاگردانش رو می‌شوره و حتی جانش رو میده. قربون بندگی شما میره به خاطر اینکه کفاره گناهان ما پرداخت بشه، به خاطر اینکه راه ما باز بشه به ملکوت خدا. چرا ما از اون نمونه‌ها استفاده نکنیم و در زندگی اون نمونه‌ها رو که خدا به ما داده استفاده نکنیم؟ توی اول پتروس رانیان میخواد برامون یه چیزی بخونه از آیه شما میخونید. خب با صدای بلند بخش 4 از آیه 12 تا 19. در انتظار کسانی که به انجیل خداوند ایمان نمی‌آورند. و اگر
دچار رنج و زحمتی می شوید اشکالی ندارد، به کارهای خوب خود ادامه دهید و به خدا اعتماد کنید که خالق شماست، زیرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود. آمین آمین. من فکر کنم اون خودش همه موعظه ما بود. من آیه 19 آخریه شروع اینجوری نوشتم: اگر به خواست خدا رنج بکشیم، خود را به خالق امین من بسپاریم و به نیکویی و نیکوکاری ادامه بده. بعضی وقتا وقتی میگن یه آخر زمان و دیگه معلوم نیست پس حالا شما زنده هستی نیستی، یهو توی آشوب ایجاد میشه، مردم میرن درهای مغازه ها میشکنن، نمیدونم چیز میدوزن، معلوم چی کارا میکنن. این در واقع نشون دهنده این هستش که یک عده مثل حیوان فکر میکنن حالا اگه قرار آشوب بشه و پلیس و نمیدونم تنبیه و اینا در کار نباشه، ما دیگه حالا یه فرصت بده کردیم یه کاره قدرمون بود. و دیدید که شما تو مقامه توی سیلاب ها و توی زلزله ها و توی بعضی وقتا چه آشوب هایی و چطور مردم یارو تلویزیون بلند کرده بزن در میره آب هم همیشه میریزه و بگذاریم. منظورم اینه که اگر اعتقاد داریم که هیچ چیز اتفاقی نیست، اگر اعتقاد داریم که خدا برای ما بهترین رو میخواد، اگر اعتقاد داریم که حتی در مصیبت ها و رنج ها نهایتا یک فرصت فوق العاده برای ما ایجاد شده که خدا رو بتونیم جلال بدیم، بنده اگه همه چی برام فراهمه، هیچ مشکلی ندارم، خدا رو جلال بدم که یک افتخار منه. ولی اگه یه موقع شرایط زندگی سختی برام باشه، ولی در این حال به جایی که زمین گیر بشم دائم خدا رو شکر کنم برم جلو، معلومه یا این مکه دیوونه است یا اینکه یه چیزی ماورای این چیزی که ما داریم است. به در واقع نظر من هر دوش یکیه. ما دیوانه و عاشق یا مجنون، چون من دفعه قبلم گفتم خدا عشق است، ما مجنون هستیم، ما دیوانه خدا هستیم، ما مجنون هستیم. و در هر شرایطی حتی شرایط بعد فرصت های طلایی داریم که خدا رو جلال بدیم. الان یه چنین شرایطی توی مملکت شروع شده و داره پیش میاد. الان هستش که مسیحی ها میتونن بیان بالای مسیحی ها میتونن وسیله دست خدا باشن، دست خدا باشن اصلا. حالا چطوری شما نمیدونم، ولی ما مطمئنم دکترها و پرستارها کسایی که در جلوی خط هستن اینا واقعا دارن همون شهادت های نیکویی رو انجام میدن که عیسی مسیح برای ما کرد، خودش رو فدای ما کرد. و آیا من میتونم یه همچین فرصتی رو استفاده بکنم و خدا رو جلال بدم چون نام او روی من هست، مهر او روی من خورده شد؟ من عزیزم توی کتاب مقدس میبینم هیچ چیز اتفاقی نیست. کتاب مقدس میگه روزهای شما شمارده شده، حتی تعداد موهای سر شما شمارده شده. خب وقتی یه چنین چیزی هست، من میتونم بگم که خدا غافلگیر شده؟ یهو این یارو ویروسه اومد، کروناز گفتم، خدا رو یه غافلگیر کرد؟ برای خدا غافلگیر شدن و سورپرایز شدن اینا نیست. هیچ چیز انجام نمیشه اگر اجازه نده باشه. کتاب جوب چی میشه؟ ایوب یه نمونه از اینه. هیچ چیز بدون اجازه خدا انجام نشد، حتی اگر ایوب سختی‌های زیاد کشید. ولی نهایتاً ایوب که زنده نگه داشته شد و حتی به صورت مضاعف برکت از خدا گرفت. ایمان فقط اطلاع داشتن از بعضی چیزا نیست. ایمان با هدف شروع میشه، ولی بعد از اطلاع اعتقاد مهمه، یعنی باور کنید. اطلاع یعنی بدانید، اعتقاد یعنی باور کنید. ولی از همه مهمتر اون کاریست که برادرمون اینجا توی یه جلسات مختلف به ما میگه، تو زندگی خودتون به کار ببرید، بهش اتکا بکنید. الان موقع این هستش که ما اتکا بکنیم.
اعتقاد باشه ایمان هست، اعتقاد و اعتقاد، یا اینکه بهش میشه باور کن، بدان باور کن و به کار کن. و الان هست که ایمان ما میاد به کمک ما. و اگر قرار استش که این فنجان به ما داده بشه، به قول مسیح میگم این کاپ، موقعی که مسیح با گریه میکرد و دعا میکرد قبل توی بقای جسیمانی، میگه که پدر بگذار این مشکل رد شه، ولی اگر تو نمیخوای هرچی را به تو بزن من انجام شه. الان من فرصت پیدا کردم که تو جواب ایمان. کتاب مقدس میگه هر وقت عیسی مسیح شفا میورد به کسی، اول میپرسید ایمان داری که من میتونم شفات بدم؟ اگه ایمان داری بلند شو، پتوتم برده برو، فلج بلند شد راه میفتم، کور بینا میشد. شفا با ایمان میاد، ایمان قوی میتونه شفا بیاره. من نمیگم هوکس، نمیگم عجیم عجیلاتر چی، ولی یک چنین قوتی اگر در من و شما کار بکنه، میتونه بر حتی مشکلات جسمانی هم ما رو پیروز کنه. با اون قوت، با اون قدرت، من تقریبا هر دفعه میگم نه به قوت، نه به قدرت خودم، بلکه به روح او، به جرأت میرم جدا. میدونی چی میخواد؟ دیده آسمانی داشته. اگه خدا خارج از این خط و محدودیت ما در زمان هست و گذشته رو آینده رو همه رو میبینه، اگه خدا برای ما بهترین رو تو این آیات نقشه کشیده، اگه خدا ما رو دوست داره، اگه او با ماست و هیچ کس و هیچ مریضی و هیچ کرونازی و ضد ما نمیتونه بلنشه، اون دید آسمانی به من کمک میکنه که بگم من از این دره رد میشم، من از این دره رد میشم و دست اونو بل نمی کنم. عصا و چوب دستی او رو التیام میبخشد. اگه دست او رو ول نکنم، او خودش من از دره میکشه میاره بالا. ولی خب الان ما هممون شاهد شرایطی هستیم که مثل یه دره خیلی تاریکی هست، دره تاریک مرگ. و حالا من فقط مسئله جانی نیست عزیزم، من خودم و خانومم روی ریتایرمنت سیوینگ، چی بهش میگن؟ پس اندازهای بازنشستگی زندگی میکنیم. در عرض 3 هفته 4 هفته گذشته شاید 1/3 از دست دادیم. و ما تنها نیستیم با این شرایط بازار بورس و استاک مارکت اینا، خیلی هم هستن که هرچه داشتن و نداشتن حتی شاید از دست بدن و بدتر میشه که بهتر میشه. من خودم رو دارم چه تو ذهن خودم میگم آیا این روزی میاد که محتاج نون شب رو باشیم؟ خیلی ها اینطوری دارن زندگی میکنن. و الان شرایط طوریست که این کروناز یه کاری نداره که شما کی هستی کی نیستی، همه رو بزنه. و ما باید این آمادگی رو داشته باشیم که بگیم ما دست خدا رو از در این دره تاریک مرگ هم بریم بگیم او هست که ما رو ببره از اینجا بگذره. و اینا چیزاییست که ما اعتقاد داریم، به اعتقادات هم هست. اگه ما به این چیزا اعتقاد داریم، پس بهتره بهشون عمل هم کنیم. متاسفانه حتی امروز توی جلسه کتاب مقدس هم این مسئله برای من حداقل پیش آمد. بعضی وقتا یک کسی قرار خادم باشه، امرش مشتبه میشه که باید حاکم هم باشه، خادم با حاکم عوضی میشه. من دارم از این کلمات مترادف دوباره استفاده میکنم. طرف قرار خدمت بکنه، میخواد نمیدونم ریاست بکنه، یا اینکه
بنده اسمم شهریار بود، کلمه را مخفف کردم یار، ولی یار تبدیل میشه به خواهر. یعنی دائم بخوام ایراد بگیرم، دائم بخوام از هر چیزی انتقاد بکنم، خوار تن هر کسی که دور برم من باشه، به جای که یار باشم خوار باشم. یا یعنی اینکه یا مسئولیتی، یک قوتی، یک قدرتی به من داده بشه و من از اون سوء استفاده بکنم به نفع شخص خودم، به جایی که به مردم که منو اونجا گذاشتن خدمت بکنم، بیام ثروت خودم رو ببرم بالا، شرایط خودم رو بهتر بکنم. ما شاهد این چیزها هستیم این روزا متاسفانه، چه در ایران چه در امریکا، هر دو. یا یکی میگه ما چوب دو سر از هم از ایران هم از امریکا نمونه های بد داریم. یعنی تنها نمونه خوبی که جای ما خدا گذاشته که میتونیم بهش نگاه بکنیم و نمونه ای هستش که واقعا خدا به ما داده، هم خود عیسی مسیح که میگفتش که داماده است، میگفت باید قطع بکنی زودتر تمومش بکنی، که داماده است میگفتش که جان نداشت سرش رو بذاره زمین. این یه همچه زندگی کرد، زندگی درشی داشت عیسی مسیح. بنابراین دعای من این است، بله با حکمت، بله با همت، بله با قوت، اما مسیح بار زندگی کنه، تواضع او تو زندگی ما دیده بشه، که با حکمت خدمت کنه نه دیگران را حکومت کنید. و سلام.